الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد برادرای عزیز خواهرای محترم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته موضوع امروز ما و شما یکی از موضوعات مهم اعتقادی هست که در عصر امروزی ما و شما به این درس ها بسیار نیاز داریم موضوع حزل است هزل یک اصطلاح هست در عقیده اسلامی که او را حزل میگن و به هیدو چشمه نوشته میشه در قسمت حزل در لغت میگن که حزل چیزی را در زبان عربی میگن که ضد جدیت باشه مثلا یک کسی یک سخن میزنه ما شما برش میگیم که جدی میگی پرسان میکنن که مثلا یک کس شما را یک خبر میده شما میگن که جدی میگیره یا تو مسخرگی میکنی یا مذاق میکنی یا بشخندی میکنیم در اینجا عرب ها میگن حزل رجل و فل امر فلان شخص در یک کار خود حزل نمود یعنی یک سخن گفت اما در او سخن خود جدی نبود و صاحب لسان عرب میگه که والحزل و واللعب من واد واحد میگه امو حزل و ساتیری یا مزاق کردن و یک کار را به حساب رشخندی گرفتن ای از اردوش یک باب است در حدیث شریف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عن ابی موسى الاشعری عن النبي صلی الله علیه و سلم ابی موسی اشعری را هم میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم انه کان یادو میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکرد اللهم اغفر پروردگار مرا مغفرت بکن اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم مني اللهم اغفر لي حزلي وجدي دا حديث شريف بنك دا حديث شريف رسول الله عليه از حديث صحيح البخاري هست خم حديث صحيح البخاري هست در اينجا چی ميگه ميگه عن ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم كرسوله كان يدعو دعا ميكد اللهم اغفر لي خطيئتي پروردگارا خطاهای مرا ببخش و جهلی و جهل یا نادانی مرا و اصرافی و در چیزی که من اسراف کرده باشم فی امری خطبه رسول الله وقتی که یک دعا میکنه این درس است برای امتش که همین قسم دعا بکنن و ما انت اعلم بهی منی و پروردگارا ده او چیز مرا ببخش که تو نسبت به من ده عالم تر هستی اللهم اغفر لي هزلي و جدی پروردگارا هم برای ما امور حزل مرا و هم جدی مرا ده چیزا که جدی و خطایای و عمدی چیزایی را که مثلا ما اشتباهان کردیم و یا کار را ما عمدن قصدن کردیم و کل ذالک عندی و هر چیزی که سن رسول الله از تمام امی اموری که از پیش انسان یا صح یا هر قسم میشه دو قسمت چی هسته از اونا از الله مغفرت خواستم یعنی کلمه حزل در حدیث شریف آمده علمای عقیده و علمای فقه حزل تعریف میکن میگن حزل سخن است که متکلم آن را گفته ولی قصد موجب و حقیقت آن را ندارد یعنی متکلم یک کسی حزل چی را میگن؟ یک نفر یک جمله یا یک کلمه را میگه لکن مقصدش بسیار جدی نیست که در باره بسیار جدی باشه بنان بلکه به شکل ساتیری و خوشگذرانی می باشه مثلا یک را میگه هدفش نیست لکن به خاطر شوخی و خودگذرانی میگه ساتیری میگه والا من این کار را کردم به خاطر ساتیری انال بسیاری چیزهایی که ما به شکل مزاخ میگیم یا به شکل رشخندی میگیم و شکل ساتیری یک کلمه را میگیم انال ای, ای حزل یکی از زمین چیزا هست انال چی حکم دارم یه حکم داره این علما تقسیم کردن بگن حزل سه بخش سه قسم تقسیم میشه و حزل یک چیز بسیار خطرناک است و اکثرا مرد میره نمیفهمه شاید این امیاره در بین شما هم کسایی بوده باشه که اولین بار این کلمه را شنیده باشه آه خوب مسلمان است عقیده خوب داره لکن امی کلمه را نوشنیده. قسم اولش مثلا حزل در امور اعتقادی و مقدسات است مثلا یک نفر در امور اعتقادی مزاق میکنه امروز بسیار در بین جوان ها رواج است در موبایل روان میکنن که برتان یک حدیث روان میکنم یک بعد. وقتی که شما منتظر هستین که یک دقباتی یک حدیث ما و شما طبعا حدیث در بین ما و شما چی است؟ سخنای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است فکر میکنه مال یک حدیث از پیغمبر روان میکنه ولی بعد از یک دقیقه بعد مسیج از اون نفر او یک فکایی روان میکنه ای این حزل است بنال حدیثه چی کرد اونجا خبر داد که من حدیث میگم و اینجا چی کرد فکایی گفت و مثلا بعض کساس فکایی های دارن سر خالق متعال بعضی ها فکایی دارن سر پیغمبر ها فکایی ها میگن بسیاری وقتها اصطلاحات است مثلا برای بسیار چیزا مثلا کلمه شریف ما و شما استعمال میکنیم شریف میگیم که مسجد شریف قرآن شریف اونا باز مثلا نریم یک چرس شریف مثلا چی نکنیم بعضی اوقات اصطلاحات است شما زیاد شنیده باشین فکاهی های زیاده در باره بالله تا بسیاری وقتها در خالق متعال میگن یک نفر مثلا فکاهی میگن که والا یک نفر یک دانه تنور خریده بود باز گفت پروردگار اگر این تنور نشکنه باز یک گو خیرات میکنم و باز آمد پسان که شد که نزدیک خانه رسید باز گفت یک گسفند میکنم بازدان دروازه که رسید بالاخره اینمی فکایی بالاخره میرن سر خالق متعال کی نفر یعنی از بالله فکایی جوجه و بسیار فکایی ما شما داریم یعنی حضر در شاعر اسلام ای بسیار خطرناک است شاعر اسلام چی است؟ خالق متعال کتاب های آسمانی پیغمبرا ملائکه کتاب ها دیگه پیامبرا کتاب های آسمان این شما سرازی ها مثلا بعضی کساست مسخره‌گی مسخرگی و فکایگوی میکنن حتی بسیاری وقتا بسیاری کسایی هستند که مثلا سر ملائکه میگه در آسمان یک ملائکه شیش تا دستش دول است و اگر یک مولوی صاحب خیرات بکنن سکو دو حزل اینجا می یک دفرش سر علما هست یعنی کس که عالم دین شد و خیرات نمیته و حضل دومیش سر ملائکه هست این حالی چی حکم دارن؟ دوم قسم حضل در معاملات مالی هست مثلا یک نفر من این موبایل ما بر تو فروختم ما پسان که تو میگی خیلی پیسیش چند است برو کت کرد مذاق کردم سیز یا من کامپیوتر کمپیوتر تا فروخت کمپیوتر ما برد تو فروختم پسان که تو برمه میگی که چند است استاد مایمون نه مذاق کردم که نمیخواستم بفروشم یا اصلا مسائل مالی و تجارتی قسم سوم حزل در تصرفات پنجگانه هست مثلا در ازدواج است یک دختر به یک پسر میگه که یک پسر به یک دختر میگه من تو را به نکای سی خود گرفتم و دختر میگه قبول کردم و شما کل ما ششتیم یعنی می حکمش چی هست یا مثلا یک طلاق میتی. یک نفر خانه میخواد بچمه که برو طلاق هستی بس سه سنگ طلاق هستی سه نه بسان کشد میگه نه من از آق کرده و اما تا مجلس شیشته بود آزار تو دادم هدف من طلاق نبود رجعت ازدواج طلاق رجعت آزاد نمودن غلام کنیز و قسم یک یعنی نفر قسم میخوره این حال علما میگن که اموری که سبب حضر میشه مثلا اول چیزایی که سبب حضر میشه است دشنام دادن است بعضی کسا هست مثلا دشنام میتن و پسان میگن که والا چی با دشنام مزاق میکن یک, یک کس خواهر دشنام میده مادرش دشنام میده بالاخره مزاقشان به اندازه میرسه که خالقش دشنام میده پیغمبرش دشنام میده و چی دوم هزل به شکل تحقیر و توهین میشه مثلا یک کس میگه که پیغمبر چی می چی گفت چی... حالا پیغمبر چی هست یا مثلا کی که والا پیغمبر تو یک حدیث گفتن در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلام میگن اهل مغیره رضی الله عنه قال سمعت النبي صلی الله علیه و سلام حضرت مغیره رضی الله عنه میگه ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم میگم می که یقول می ان کذب علی که کذاب علی احد میگفت دروغ گفتن بالای من مثل دروغ گفتن بالای یک شخص نیست من کذب علی متعمدا کسی که قصدن بالای من دروغ بگویم فلیت و مقعده هم من النار ای باید جایگاه خود داشتش دو قرار بده چرا دروغ بالای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار خطرناک است چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم آیات قرآن میگه که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا پیغمبر از دل خود گپ نمیزنه این وحی است وقتی که وحی بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم اینال شما وقتی که کسی مثلا دروغ میگه سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم و این چی ای در حقیقت دروغ ازی این بالای وحی است یعنی یعنی وحی دروغی بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده و این سبب کفر از انسان میشه مثل که بسیاری کسا چی میگفتن؟ دروغ به خاطر مذهب خود یا به خاطر یک فکری که داره اکثرا سر پیغمبر صلی الله علیه و دروغ بسته میکردن مثلا بسیار عمل شما کتاب‌ها رو در بازار ببینین که یک موضوعی که در دین نیست یک کسی به او علاقمند است خواسته که امور چی کنه؟ خواسته که امور چی کنه؟ که نه ای هست مثلا من کتاب اگر خواهدم نشته کرده بود افتاد حدیث درباره تجلیل از میلاد نبی صلی علیه و آله. افتاد حدیث در حالی که رسول الله هم یک حدیث هم درباره تجلیل از میلاد خود نگفته چون در اسلام مسئله تجلیل نیست همین چیزهایی که مردم میکنن ی اکثر در اسلام نیست چرا؟ خب ما رسول الله صلی الله علیه و کسایی که تحلیل میکنن استدلالشان این است که ما رسول الله صلی اللہ دوست داریم. همین روز هم میخوایم بر رسول الله صلی الله و تخصیص بدیم و دوستی خدا و محبت خدا و سیرت رسول الله صلی, اللہ صلی اللہ بیان بکنیم. لکن مشکلی است که اسلام اینو قسم دوستی احساساتی کار نداره. از دیدگاه اسلامی است که تو اگر رسول الله صلی, اللہ صلی اللہ دوست داری تو باید همه روزه دوست داشته باشی اگر تجلیل میکنی باید همه روزه تجلیل کنی چه قسم انسان مسلمان تجلیل چی مانا من ما صبحی وقتی از خواب میخیزم به طریقی کی میخیزم اگر به طریقی خود خیستی و باز در روز میلاد باز او روز خیستی گفتیم روز به طریق پیغمبر ما کار میکنم خود یک سال پیغمبر رو فراموش کردی این حال انسان مسلمانی است که صبح از خواب به کدام طریقه میخیزی چه قسم خواب میکنی چه قسم غذا میخوری با خانمت چه قسم مثلا سخن میگی با برادر چه قسم سخن میگی اولاد چه قسم تربیه میکنی اینمی روابط 24 ساعته فامیلی انسان روابط اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی تعلیمی تربیتی مالی کل زیر انسان مسلمان باید چی کنه به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام بده اینی از این خاطر انسان مسلمان هر روز, هر روز باید چی کنه؟ از میلاد که پیغمبر ما تولد شده هر روز باید چی کنی؟ تجلیل کنی اگه منظور از تجلیل کردن یاد کردن پیغمبر است با سنت پیغمبر عمل کردن است این مسلمان نمیتونه یک سال, یک, یک سال تخصیص بده این باید در طول سال بکنم این بعضی کسایی که به می تجلیل از میلاد نبی زیاد تو سال یک مرتبه جدی هستن مثلا ما وقت یک وقت آنم یک کس هفتاد حدیث یعنی هفتاد تهمت بالای رسول الله صلی الله علیه و کرده چرا حدیث صحیح وجود نداره که رسول الله گفته باشه که میلاد مرا تحلیل کنین یا روز مادر را تحلیل کنین روز پدر را تحلیل کنین روز زن را تحلیل کنین روز اگه خب غربی از زن خود اعلام میتم میره و زنش را یک تعمیر زندگی میکنه خودش در یک ولایت دیگه باز روز زن باز میبره شکل استقل میره کجا بودی عزیزم دیش نو ماده ما تو کجا بودی من کته بای فرندم بودم تو کجا بودی من کته فرندم بودم خب خوب شد که یکی دیگه خدا دیده میری یک دسته که خفه نشی یا مثلا مادر خدا فراموش میکنم مادر خدا اعلام میتنم کجاست مادر مادرش کجاست مادر تو الان در اتاق که هم سالان هم زندگی میکنه باز در آخر سال که شد چی میکنه روز مادر باز یک دسته گل میبره بشه اینه مادر جان هواریو فاین بعد که مصروف بودم کجا بودی بچه من والا صاحب در شیکاکو بودم تو در کجا بودی والا من از سان بودم کتیف بودی کتیف فلانی این اما مسلمان هر روز روز مادرش هست هر روز روز پدرش هست سیز نه هر روز روز همسرش هست ناموسش هست هر روز روز دخترش هست و در رأس کلیزی پیغمبرش هست هر روز روز کی هست روز پیغمبرش هست صلی الله علیه وسلم اینا بسیاری کسا به خاطر اینمی گناه های خود و اشتباهات خود چی میگن؟ سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میکنن؟ احادیث ساختگی و دروغ ده بسیار مسائل ساختن دیگه قسم حضل به شکل انتقاد و استهزا بالای احکام دین میشه بسیاری که اساس مثلا استهزا میکنن انتقاد میکنن سر مدرسه انتقاد میکنن سر مدارس دینی انتقاد میکنن سر مضمون ثقافت اسلامی انتقاد میکنن متوجه هستید سر مساجد که درس میده انتقاد میده اینا یا این حزل میشه حزل میشه و ما شما پسان حکم ازیره میخوایم که اینمی انسانه که سر از انتقاد میکنه آیا ایره از یک قلب پر از ایمان میکنه و یکی از که قلب از روز به روز سیاه شده میره و سیاه شده میره و سیاه شده میره و بالاخره از این قلب گنده از یک گپ بسیار گنده فرسوده میبره که با زور میخیزه چی میکنه انتقاد و استهزاء میکنه بالای مسجد و بالای مدارس بعضی اوقات حزل و استهزاء به شکل تصویری و تمثیلی میشن اینال در اینجا در حضل چی هستن در حزل چی هستن امام تبری رضی رحمت الله علیه میگه در یک آیت قرآن میگه شخصی از منافقان خوب فکرتانه بگیرین حکم حضل کنین داره کسی که حضل میکنه و استهزا میکنه و مسخرگی میکنه چی به زبان میکنه چی به شکل تمثیل میکنه چی به هر شکلی که باشه بعضی کسایی که فیلم ساز هستن متوجه باشن کسایی که مثلا پارچه تمثیلی جور میکنن متوجه باشن کسایی که رسام هستن متوجه باشن کسانی که کارتون ساز هستن متوجه باشن این آیت قرآن باید خوب درک بکنین. امام تبری میگه که شخصی از منافقان به عوف ابن مالک رضی گفت میگه اون سعی کن اونجا رسول الله صلی الله علیه و آله ششتا سعی کن رسول الله صلی الله علیه و سلم ششتا در یک و اصحاب رسول الله صلی اونجا یا در اینجا ششتن رسول الله صلی الله علیه و آله مثلا ابو بکر صدیق رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه علی رضی الله عنه و عثمان رضی الله عنه دیگه صحابه مواجین یک نفر میگه گفت که این قاریای قران رو ببینین اصحاب رسول الله هم وقتی که میشیشتن در وقت خلوت و بیکاری هر که میشیشتن قران تلاوت میکردن اونا در زبان عربی ما شما قاری یا نابینا را میگیم یا کسی که حافظ قرآن باشه در زبان عربی هر کسی قرائت قرآن میکنه او را قاری میگن قرائت کردن ای ده این نفر میگه آمد سعی کنین این منافقه در حالی که منافق خدا در لباس صحابه زده در بین صحابه هست سعی کرده چی جای بلند رسیده پس چیزی نگید که فلان این نفر در فلانی جای بود ابلیس در بین ملائکه خدا زده بود لکن بر آمد ابلیس ها در کجا زده بود خدا در بین ملائکه من یک قدر آدم خوب هستم من یک قدر با تقوا هستم الله رسوایش کرد رسوایش کرد در امتحان

صد دفعه قل والله و احد انا خانم خوام نمیبره ما ساده مردم میگیم حالا چقدر خوب آدم است به شکل رئیس رفتیم خب حالا مرده مرد حالا رفت این دنیا الحمدلله که دوله چیز واره رفتم میره رفتیم در دفترش با که سه نفر نفر الله که مخت صبح که میم این جای نمازه میبینی استاد استاد جای نمازه میبینی مکه در دفتر که در تا که چهار کات نفل نخوانم هیچ کار شروع کرده نمیتونم دستای میلر قرآن نخوانم چطور نمیشه چی. جناب رئیس های محترم شریف آدم مسیح ما آدم. آدم های دیگه که یا کسی اگر گفت میگیم سهیز که البته راست میگه میشونم برامدیم قدرت الله که یک شاگرد من سکرتر از امی رئیس است شاگرد او که آمد برای فساد فلانی ملاقات داشت رفت به صاحب یک چیز کار بوده ما دو سه نفر استاد رفتیم چقدر خوب آدم است شده شد گفت استاد بعد از تو گفت یک دو سه تا دیگه ایش اومدن بر از چی میگن یک سه تا ملای شریعت ات تو در جانشان زدم تو بازی دادمشانه ات فریب داده إيش ها في السطات شو مات؟ شو ما أعرف تما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقّل الذين آمنوا وإذا لقّل الذين آمنوا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا انا معكم إنما نحن مستهزئون إيش ها في آيات القرآنك ترجمة كذا يقرأ آيات القرآن اسمع بله 14 قرن قبل خبر ده تشنها يبقى. يبقى الله يزنى. الله يزنى yep. الله في القرآن خواست امروز گپ میزنه گفتی کلام الله هست گفت الله در باری از یه بیاد چی گفته؟ گفتیم الله میگه که الله یستهزه او بهیم و یا مده هم فی تغیانه هم الله برشان محلت میده که در سرکشی خود چی باشن؟ خوب غرق شون وقتی که خب غرق شد باز اونجا الله چی میکنه؟ بس اونجه الله مثل لكي امروز اسرائيل گرفت بس اين ميگیره انوز ام اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها زلزلي شبكه کوها در حرکت شوانا کوها در يا ويقول الانسان اي الكافر المنافق المرتد المشرك مالها لها ما از این تحدث و اخبارها باز اونجا زمین برش گپ میزن زمین برش میگه سر ما کفر نگفتی قسمت دیگه زمین میگه سر ما زنا نکردی چشمش میگه به خاطر ما این کار نکردی ما دیدمت که تو این کار کردی باز دان از یا مهر میشن و باز تمام اعضای بدنشان سرشون چی میده شهادت میده به هر صورت این منافق چی کرد؟ امام تبری در تفسیر تبری ایرا چی میکنه؟ ای میگه که در شان نزول یک آیت شریف میگه که یک منافق اصحاب رسول الله صلی الله علیه بودن یک منافق آمد در حالی که خود بین صحابه زده و ما نمیشناسیمش ما نمیشناسیمش و مسلمان است و کلمه خوانده و مسلمان است و کلمه خوانده هم نیست ای در حزل آمده متوجه هستی یکی خود منافقین بودن خوب این چه دقیق باشه یکی خود منافق است که ظاهرا پیش که ما برتون گفتم مثال شد که دبار از 13 آیه در سوره بقره آمده اینی آیت قرآن ایشا نزول دبار منافق نیست این دبار کسی است که بالفعل مسلمان است ایمان داره هم به الله هم به رسول توسا. و هم صحابه هست حالا شما سر که سرنوشت یک مسخرگی یک صحابی ده. چی میگه؟ شخصی شخص, شخص این میگه که شخصی از امین منافقا خب این منافق میگه لکن در آیت قرآن شما که ببینید میگه به ابن ماله گفت که این قاریان قرآن ببینید که از همه ما نفس نفسانی تر در پیغمبر صحابه چی میگه؟ از ما کده چی است؟ نفسانی تر است؟ دروغگو و در میدان جنگ از همه ترسوتر هستند فرض کنید که شکمای کتا, کتا دارن نان زیاد میخورن در میدان جنگ میترسن چه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه به می شخص گفت که دروغ گفتی تو منافق هستی ها؟ تو منافق هستی من این سخن تو را میرم بر رسول الله صلی الله علیه و سلام بیان میکنم فهمیدن قصرا فهمیدن این چند نفر صحابه تا یک نفر میخیزه به مسخرگی به مزاق به ساتیری اونجا چند نفر ششته میگه <applause> و قاری ها اون قاری ها که قرآن تلاوت میکنه و کی هستن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن قرآن تلاوت میکنه میگه یارم میبینه که قرآن تلاوت میکنه شکم هایشو نان زیاد میخورن ترسو هستن دروغگو هستن چطور هستن عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ای برش میکنه او منافق تو این سخن بر از اینا میگی تو یک سخن از دان خارج میشم من می, می من میرم با پیش رسول الله سم امی گپتا برش خبر میدم همین راوی اع، 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 چی میگه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگه که میگه من دیدم که پیش از که دی پیش ازی که ای صحابی پیش رسول الله برسه کی میایه پیش رسول الله سم پیش ازی که ای صحابی پیش رسول الله برسه کی میرسه جبریل امین از آسمان ها پایین میشه و میه و رسول الله وحی نازل میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ایره خوب گوش بگیره یا ای آیت قرآنه رو گوش بگیره کسانی که سر قرآن سر دین سر ثقافت اسلامی سر مدارس اسلامی سر مساجد اسلامی سر علمای اسلامی سر خطبای اسلامی سر از اینا چی میگه رشخند میزنه یا ایت قرآن گوش بگیره و کسایی که رشخندی رو تایید میکنه یا ایت قرآن گوش بگیره اگر به قرآن ایمان داشته باشه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جبريل امين پیش از اینکه صحابی برسه پیش ولئن از آسمان پایین میشه وحی سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن نعذب طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ولئن سألتهم وأجر شما أزمي مردما بالسؤال بكنين از این انسان هایی که ایگه پا را میزنن فکایی میگن رشخان میزنن سر الله سر رسولش سر ملائکه سر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سر علمای اسلام سر مساجد اسلامی سر مزامین اسلامی وقتی که سر از چی شد وقتی که سرشان سوال بکنید لا یقولون حتما یا چی میگن انما كنا نخوض و نلعب ما خصب ساتیری میکردیم مذاق میکردیم ما یک تب خوشی میکردیم قل اب الله و آیاته و رسوله کنتم بگو برشان و این آیا چه هست؟ میگه امی عبدالله عمر صاحب چی میگم؟ میگه ما دیدم سعی کنین میگه ما به طرف از این منافق دیدم امی شخصی که میگه زده بود به طرف از این دیدم که خود به کمربند شطر رسول الله صلی الله علیه و سلم بند کرده بود کمربند, شطره، شطره کمربند شطر شطر رس... را که پالانش شمع پرتن کمر شب میگه میگی از این کمربند شطر رسول الله صلی علیه سر شطر خود سوار است و این کمربند شطر شما گرفته از با کمربند شطر رسول الله صلی آویزان علیه و نمیده و سنگریزه ها زیر قدمایش بر زمین میخودن یعنی رسول الله صلی الله شطر حرکت میکند این خود کشال کرده بود زیر پایش

بر ازی شخص می به الله مسخرهگی میکنی به آیات الله مسخرهي میکنی به رسول الله مسخرهی میکنی لى الله عله وسلم به شعار اسلام تو مسخرهگی وساطری میکنی ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستزمون لا تعتذرو حضر نکنی حضرتان قبول نمیشه قد کفرتم بعد ایمانکم بعد از ایمانت کافر شدی به خاطر چی کافر شد به خاطر استهزاء و مشقری امروز چه قدر مردم هستن که فکایای رو جور میکنن سر الله سر رسولش اینجا میگه آمانتو بالله و فکایی یک تندور فلانی از بین میبرد الله را تشبیه میکنه به امرای یک مخلوق و اگه پای میزنه که ما فکاییش را نمیتونم تکرار بکنم بس از که او کافر شده و بس از که فکایی را گفته اب الله امی قدر برش میدیم که تو فکایی را که میگی اب الله و آیاته و رسوله و, رسول و رسوله کنتم تستهزیون لا تعتذیرو من میگم که آلباد من را کس نگویه آیت قرآن میگه قد کفرتم بعد ایمانکم <تصال> کافر شدن بعد از چی؟ باستن. یعنی این مخصوص منافقین هم نیست برای کسی که ایمان داره لکن چی میکنه به مسخرگی و ساتیری و فکایگویی تمسخر در شهر اسلام میکنه خب لا تفتازی رو قد کفرتون بعد ایمان کم اینا آمن تو بالله میگن سر الله فکایی میگن و ملائکتهی میگم میگیم نمیگیم سر ملائکه فکایی میگن نمیگن نمیگن که در آسمان یک دانه ملائکه شش تا دل است در زمین دول ددست کی میباشه داد انسان های خوب یا ددست انسان های زشت ها اگه برش که در پدر در سر یک کوشش بود دول در دستش بود دم دم میزد خوش میشه یا خفه میشه؟ خوش میشه یا خفه میشه؟ خفه میشه نه؟ پس وقتی که به پدر خود دلچگری را قبول نداره به ملائکه معصوم الله چطور نسبت میته؟ ف... نیست همین مطل؟ بله یک ملائکه ششتر در آسمان یک دانه دول در دا دستش هست هر مولوی صاحب که خیرات بته بازی یک دول میزنه خطابال دول نزده سر کلش خند میزنه سر علمای اسلام یعنی اگر کسی قرآن و سنت و دین خان ای بازی خب بخیل میشه که برای کس صدقه هم نمیته در حالی که بزرگترین عالم مولوی عثمان ابن عفان رضی الله عنه بود و عثمان ابن عفان یک لشکر مکمل مصرف شد عبد الرحمن ابن عوف شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم عالم دین بود الرحمن و علم القرآن به رسول الله قرآن کی تعلیم داد؟ الله تعلیم داد علمه شدید القوة کی برش استادی کرد؟ جبریل امین علیه السلام 23 سال شاگرد جبریل امین علیه السلام بود در 23 سال آدم دکترا میگیره 23 سال رسول الله سلام شاگردی کی کرد جبریل امین کرد هر فرد به قرآن کلمه به کلمه قرآن با برش بیان میکرد وحی می و در ماه مبارک رمضان کتش چی میکرد گردان میکرد ها خا اینا چیشن؟ شد اینا به ملائکه و کتبی سر کتاب ها سر قرآن فکای میگن سر پیغمبر فکایی میگن سر حدیث فکایی میگن سر آیت فکایی میگن بسیار مردم هاست که توسط مسیج کافر شده نمیفهمن بسیاری کساس امی کتاب فکایی های مولا نصر ها. هر کسی که نشته کرده کافر است کافر شده و هر کسی که رسمایش جور کرده رسامه که رسمایش جور کرده شما هم کتاب در این بازار ببینیم همین کتاب شما در بازار ببینین عکس یک عالم دین لنگی در افغانستان لنگی سفید و ریش کلان بیرن سفید این سمبولی که هست همین قسم که داشته باشه فکر این مولوی صحیب است، و همون قسم عکس جور کرده و آورده و سر از او فکایی میگه با اینمی شاعر اسلامی چی میشه؟ این ما برتان چیزا, چیزا رو میخوانم این حالا ببینین این ای آیت قرآن در باره کی هست؟ در باره کسایی که امام جساس میگوید در این دلالت است بر این که لعب کننده و انسان جدی در اظهار کلمه کفر مساوی است یعنی اگر یک نفر کلمه کفر جدی هم میگه کافر میشه و اگر به مزاق ساتری هم میگه چی میشه؟ کافر امام جساسی رو میگه ابو بکر جساس کی بود؟ میگه ای در شهر رای در سال 305 هجری تولد گردید و در بغداد سکونت ورزید ریاست مذهب حنفی به او خاتمه یافت یعنی یکی از رؤسای مذهب چی بود حنفی بود و او میگه کسی که کلمه کفر قصدا و یا حزلا و به مذاق میگه اردو چی است مساوی هست خب ایناله آیا کسی که حزل میکنه حکمش چی است کسی که حزل میکنه و مسخرگی میکنه سه حکم داره در مسائل چی فکر فکرتان باشه در مسائل نکاح، طلاق، اتاق در یا دو حدیث شریف آمده در او حدیث والله و اعلم صحت شما نایم فهم در چی دسته که میگه سلاسون جدو هن دون و حضل جد دون سه چیز است که جدیش هم جدی هست و مسخرگی و مزاقش هم جدی هست چی هست؟ النکاح و طلاق و العتاب نکاح یک دختر برات میگه که نجیب جان من تو گرفتم نجیب میگه من قبول کردم ما کل ما شنیدیم پس آنی دختر میگه من مزاق کردم نجیب میگم راستن ببرش خانیت خانمت شد نیست من مزاق کردم اینجا دین مزاق نیست در نکاح مزاق کردیم مزاق حتا بسیاری کسا که در فلما و ترا خانم خود طلاق میکنن امی طلاق دیگه در طلاق است یک نفر برای خانم خود طلاق میگه پس آن میگه مخواه مزاق کردم. قاضی میگه که مزاق در طلاق یک نفر برای خانم خود گفت که تو بس سه سنگ طلاق هستی. خانمش رفت در محکمه که شوارم برای طلاق داده شوارش گفت در محکمه که من مخواه مزاق میکردم میگه سلاس اونجد دهن جدون و هز لهن جدون این مسائل فقی هست در مسائل چی که است معاملات من همی ساعت من برای خودت فروختم این موبایل من برای خودت فروختم پس آن که میگی چند فروختی تو دعوا میکنی ده اینجا حزلش پروانه نداره میگه نه ما مزاق کردم نه نفروختم سیز گپش قبول میشه فهمید نه, نه این ازلش در مسائل اعتقادی دیگه خطرناک است اونجا 100 فیصد مسخرگی و جدی هزل و جدی اردوی چی هستن؟ مساوی هست در مسائل اعتقادی از این خاطر این نفر که سر صحابرش زده بود سر اونا را که پای گفته بود آیت قرآن چی خسم نازل شد؟ وَلَا اِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا و وَنَلَبْ وقتی که از اونا سوال بکنی شما چرا دیگه پا گفتین؟ این میگه ما مسخریگی و ساتیری میکردیم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون شما با الله برسول بأ الله بآيات بأ الله شما استهزاء میکنین این جسا که خودش میفهم مزاق کردیم من جدی نبودم لا تعتذروا برش آيات القرآن میگه که عذر نبيرين. قد كفرتم بعد إيمانكم کن بعضی کسی یک نفر کلمه کفر گفته باشی بس میگه بسیار خوب تشکر در روز قیامت ملائکه عزیزش میگه که چرا میگه چی گفت الا برو چرا در صف کافر کافر آقا جان ها بازی میگه نه زن من مساخ میکردم او کامنتت <applause> او اوکی که کل کی کرده بودی چطور مگه و چطور است میگه نه من به مساخ برش هم تو یک چیز کرده بود آ میگه اب الله و آیاته و رسول کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمان شما سکین علمای اسلام در این قسمت ها هر کدامش چی گفتن؟ علامه ابن نجیم مصری خوب فکرتان باشه علامه ابن نجیم مصری و علامه ابن نجیم مصری کی هست بسیاری وقتا ما که یگان گپ هم میگیم نی؟ بسیاری کسان میگن که شما ایره از یک کتاب معتبر احناف برای ما از ذکر بکنیم بسیار خوب علامه جساس هم از فقهای کی بود؟ احناف بود و علامه ابن نجیم مصری چی میگن؟ میگن که ابن نجیم مصری در مصر تولد شده از جمله فقهای مشهور احناف هست از جمله تعلیفات وی الاشباه و اصول فقه البحر الرائق شرح و کنز دقائق در فقه و کتاب دیگر هم زیاد ذکر کردن و این عالم عالم چیست؟ عالم حنفی هست چی میگه؟ علامه ابن نجایم مصیره کسایی که ماستری و دکترا در فقه دارن کلشان از کتاب از استفاده میکنن یک یعنی کتاب ازی بسیار کتاب معتبر است چی میگه؟ میگه اجماع علمای اسلام در مورد کفر میگه. چی میگه؟ لفظ عربی در کتاب خودش است من تکلم بالکفر حاضلا او کفره کفر عند الکل ولا اعتبار به اعتقاده میگه اگر کسی کلمه کفر گفت یا به مسخرگی گفت یا به خاطر ساتیری و یگه گفت کفر عند الکل به نزد تمام علمای چی میشه؟ کافر میشه ولا اعتبار به اعتقاده به عقیده از هیچ اعتبار نیست که باز پسان میگه من مسلمان هستم با کلمه میخوام کسی که کلمه کفر و مسخرگی یا به ساتری میگه ایره علمای احناف میگه که چی هستن ای ابن نوجه مصری میگه که به نظ کل علمای اسلام چی هست ای کافر میشه علامه حسفکی میگه او چی میگه من هزل به لفظ کفر ارتده و لم و هو لم یعتقده للاستخفاف فهو که کفر العناد میگه اگر یک نفر به مسخرگی لفظ کفر گفت میگه ای چی است مرتد میشه به خاطر اگر چی اعتقاد نداشته باشه همین کلمه کفری رو که از آن خود کشیده اعتقاد نداره قلبا لکن در زبان خود گفته ای حال میگه چی است میگه ای به خاطر استخفاف به خاطر که دینه بدین چی کرده بسیار دین یک چیز ناچیز فکر کرده استخفاف کرده از این خاطر فهو که کفر العناد مثل که عمدن عنادن ای کافر شده باشه علامه ابن, ال... ابن عبدالبر قرطبی مالکی میگه تمامی علما اجماع نمودند که هر کسی که الله و رسولش را نام دهد و با, و با, وجود این هم به آنچه که الله نازل نموده است اقرار نماید کافر می باشه وقتی که الله و رسولش دشنام میده ولو که کلمه بخوانه ولو که به کل قرآن ایمان داشته باشه میگه کافر میشه در فتاوای هندی آمده است هرگاه انسان به حضل و یا مسخرگی سخن کفرآمیز بگوید خواه به شکل استهزا و یا هم به شکل استخفاف یا مزاق باشد به نزد همه علما کافر پنداشته می شود در فتاوای هندی باز میگن هرگاه شخص کسی دیگری را کلمه کفر تلقین نماید او کافر می برای شیاد متکلمات کفره او به شکل لعب و همچنان از امام ابی حنیفه رحمت الله علیه و شاگردش ابی یوسف رحمت الله علیه روایت شده که هرگاه کسی شخصی دیگری را به کفر امر نماید امر کننده کافر میگردد خواه مامور کافر شود و یا کافر نشود بلکه موضوع به نزد احناف از امین هم سختتر است که هرگاه کسی سخن کفر را استعمال کند و نداند که این کفر است ولی این سخن را به اختیار خود گفته است به نزد عامه علما کافر میگردد و به خاطر ندانستن معذور پنداشته نمیشه با. ولی در این موضوع بعضی از علما اختلاف نظر دارن هر عالمی را که عبدالعزیز حنفی در کشف, کشف الاسرار در تفسیره بالای این آیت شریف که قل الله و آیاتی و رسوله کنتم تستحزیون میگوید فصار المتکلم بالکفر به طریق الحزل مرتدن به عین الحزل لاستخفافه بدین الحق میگه کسی که سخن کفر میگه به شکل ساتری و مسخرگی مرتد میشه به خاطر چی به خاطر استخفافش به دین حق در مجله مجمع الفقه الاسلامی که از طرف کنفرانس کشورهای اسلامی که مقر آن در جده هست بنش رسید از طرف علمای بزرگ و مفتیان جهان فتاوا صادر گردید فا این کان حاضلا او لا، لاعبا اگر یک کسی به ساتری و لعب میگه لم یقصد المعنا معنا قصدش نداره لیکن تو به زبان خود رشخندی کرده میره و فکایی گفته میره الزمه و شارع میگه اون معنایش شریعتی چی میگه ملزم میکنه ملزم ملزم چرا تو اگر مسلمان هستی قلبت پاک است تو, تو تو کفر میگی؟ مثلا اگر نفر قرآن شریف را تشناب میپرد میگه نیست من به مزاق انداختم یا چطور هستم تو اگه مسلمان میبودی عقیده میداشی همی عقیدی تو تو چطور چطور جرعت میداد که تو قرآن را دا تشناب پردی معلوم میشه عقیده کفری هست تو که مسلمان هستی چطور تو جرعت میکنی که در مقابل الله فکایی بو بگویی عقیدی تو تو چطور چطو جرعت میدن چطور جرات میکنه که انسان بخیزه در مقابل ازیا در مقابل رسول الله صلی الله علیه یا در مقابل صحابه کرام اه، چیست؟ است چی کنه از این خاطر برادران محترم امی خطری که در 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 آخر زمان است امی خطر امی است که یک نفر صبح مسلمان میشه و دیگر چی میشه کافر میشه رسول الله صلی الله علیه و آله خبر داد یکی از خطرهای ما شما امروز است این است که یک نفر صبح مسلمان است دیگر چی میشه کافر میشه و دیگر مسلمان است صبح چی میشه کافر میشه و چرا ای به خاطر ازی که فتنه ها زیاد است دشمن ها زیاد کار میکنن متوجه هستید از یک طرف فقر زیاد میشه بیکاری و گپا از یک طرف رسانه های کفری در دیگه حدیث رسول که در نزدیک آخرت مردم مثل که سر یک کاسه عمل میکنن شما یک... اگر میاله بر ما شما کسی یک غوری خوب مت چیره بیاره تو دو خوش داری بغلاوه رو بیاره صوبکی سو در صوبکی تو دو پیازه میخوری فامیدی؟ و کل لگی چای صوبه نخورده و برشان بفرماین هر کسی ببین دست خود دراز میکنه یک دانه بغلاوه رو گرفته میره که تا پنج دقیقه سهل کنی که تا که ما چی میشه و خلاص است. وقت باز استاد یاد کلگی میره باز خوب خوردن باید استاد شما رو جان کرده نیزه ما تا کامپیوتر مگل کرده و خلاص شد سیزه رسول الله سم میگه میگه در آخر زمان مثل که یک ظرف میمونه قصعه در زبان عربی بود یک کاسی کلان هم میمونه یک ظرف کلان کاسی کلان است. در بین ازی مثلا کل ازی برنج پراست یا گفته از اینا دو پیازه پراست یا مثلا شروع هست هر چیه هست والله عالم میگه کس کل اگی دست خدا میکشه. کشه میگه میگه در آخر زمان کس امی امت اسلام مثل امی کاسه رو میکرد هر کس از بالا سر چی میکنه املک داده میده یا احادیس خاندانش به این مهم است که رسول الله صم خزدل خود نمیگه ما یان تقان الهوا ان هو الا وحی ی الله برش شما در اخر زمان تو میشه در فرق یک مسر ما عمل 600 چاینل اینترنتی سر چی است ساتلایت 600 چینال بالا مغز تو چی میکنه تو کار میکنه 600 چاینل است دست خوده درس کرد یکی میخوای که ایمان رو تا بگیره یکی یکیش میخواه اخلاق رو تا بگیره یکی میخوای تقوای رو تا بگیره هر کدام اشتابیه رو آوردن و بالاخره قسمت قسمت ایمان تو چیست؟ افتاد چند شعبه است برای هر شعبه ای... چیست؟ اینه جامعه را ایمان ساز نساختن جامعه را چی ساختن؟ ایمان سوز و هر چینل می و سر ایمان تو کار میکن یا به خاطر پیسه یا به خاطر شهوت یا به خاطر چوکی یا به خاطر ساتیری یا به خاطر گذرانی هر قسم که چیز میگن سر کار میکن اید استاکل چی هدف هدفش این یک چیز است که ما و شما بیچاره مردم غریب افغانستان چی داریم نه خانه خوبش داریم نه نه خوراک خوبش داریم نه زندگی خوبش داریم یک چیزی که داریم او ایمان ماست این همی کلی چیز خاص پیش ما گرفتن خانه را در دادن بمباردمان با کردن زمین ها را در دادن رمه های گوسفند و دیاک بود. یا بود یار صاحب تیارای روس آمد زدر رفت رف تا که بالاخره یارا نابود کردن زمین های زراعتی و کل چیز خراب کردن یک چیزی که حالا فعلا مانده بر ما شما چی مانده ایمان مانده این نمی هم میخوان که چی کنه؟ و کل از چاینالاس به خاطر چی به خاطر از بین بردن ایمان این حال متوجه باشین که اگر اخلاص نداشتی یک کمک که اخلاص دور شد یک کمک از درس عقیده هم. از این خاطر هر کسی پیش من میم برادر میگه خانم مریض است یا مثلا اولاد ما ترست من باش میم که بهترین دوا درس عقیده هست امی درس عقیده رو برده می خانه از امی سیدی اولش تا سیدی صدامش اما تو کل نزیره بشنم دیگر از که میم برادر چطور است تکلیف روانی چطور است ای چستاد الحمدلله. چطور از زخاری دان جن بود مگه سعی می در سرخی داره که ما نیم جنام گریخت یک روز رفتم پیش یک زنه کرد پیش از زنه چی اسمه که زن چیز داره پری سر شیشته ما گفتم چطور هستی پری جان بابرزم ما گفتم نرسی سر لالایت بشی ها؟ تو ما بشی یه تو کتل نکاه کنم که دل در زندگی سیاه کنم بی غیرت گفتم که زن بیچاره بی سواد آزار میتی این ما کم گرفتی که برو دو کیلو گوشت بخته که بیار ما میخوریم میمان داریم سر و غریب آدم برو دو کیلو گوشت بخته که فرمایش میده وقتا فقط غیرت داری بیار دو کیلو گوشت ما بخوریم بری برای زی گوشت برو که این گوشت خوش میدن تو بیار تو میگی که من پری کوی قاف هستم پری مرغ هستی گفتم گدگر هستی در روز قیامت گفتم ما در مسلمان هست ها ما کلمه می کنم گفتم مکه کلمه در روز قیامت را میگیرم که این تو آمده اگه انسان مظلوم بشاره را ما کم گرفته بگو سمی گریخت همین جنده که دیدی سر کس ششته بود نه کسش گپ بزن فهمید گپ بزن لکه وقتی که گپ بزنی آیات قرآن خوانده برو قل اعوذ بر فلاب قول اوزو برو بناس خانده برو بر برو خانده برو گوش نمیگن یک نفر در سینما پامیر افتاده بود مردم می فعلا بوده دا دانش بایدون چطور مفتم نه بوده چی میگن تو بانک من که که سر از می سوره که دا که این مرد ستا یک دست خدایی دست ما تیر که یک دست هم دیگه که آل سهل میگم خوب اما تو اندر تکر وارده یا تو نیزی کس پر چپا کنه تو میدی؟ او مایان امامت خوی این خوی خواریش مور خوارست این خوی یک است ایچی تو خواست پیدا کرد او ولی جن خانه خراب کرد از یست تو یعنی یا امدان خدا که واز کردن ما هم دیگه لحظه کمی دیگه همی دست شما هم باکم گفتم دوگر گفتم, گفتم الله لا اله الا هو الحی القیم کم دمی دانش لا تأخده حسنت و مرانم کم

الحمدلله خوب است، کل مردم ایران ماند که بالاسه دیروی سرکسه بینه بعد اگر از چیزی نفتیم این زور ما نیست زور قرآن است این زور چی است؟ قرآن چند تا تاویزگره که همونجه شیشتر بدن نفتی دیدی؟ کت کتاب های اندوگری مردم بازی دادن بینه؟ کت جن زور بزن خب خلاصه است که همین آخر زمان کست از یک چیز بترسیم امتحان است و امتحان از بین بردن ایمان بسیار خطرناک است باور بکنین با کسی رو روز برای من اکس نشان دادن که مردک این قریش داشت خوب ریشدار خوب تقوادار خوب دیندار از شرایط فارغ و در فیسبوک خود کلمات یکی از که استاد فرانی برای نشان, نشان داد که کفر گفته کفر گفته, اصر فتنه هست و عصر امتحان است و اگر به تفاوت باشین یک کمک که چیز آمد نه چی میشه؟ ایمان از بین میبر الله سبحانه تعالی ما شما رو توفیق نصیب بکنیم الله توفیق بوده که ایمان رو حفظ بکنیم و توفیق نصیب بکنیم که استاد آمد درس ختم کنیم